احکام قربانی و تحقیق الله سبحانه و تعالی بندگانش را به فطرت خلق کرده است که او دوست می دارد که با عبادت ها به سویش نزدیک گرداند و از این عبادت ها قربانی است. قربانی از شعار اسلام و از سنت های مؤکده است و اول وقت قربانی بعد از نماز عید آغاز می شود و آخر وقت آن بعد غروب آفتاب روز سیوم ایام تشریق است و قربانی نمی شود مگر اینکه آن از بهیمت الانعام باشد، یعنی شتر، گاو، گوسفند و یا بز باشد و برای قربانی مرغ، خرگوش، آهو و غیره از حیوانات ها درست نیست و باید قربانیه که میکنیم باید خوب و فربه باشد. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و هر کی شعائر الله را تعظیم و بزرگ داند پس این تعظیم و بزرگداری از تقوای قلب هاست. سوره حج آیت 32. و در قربانی سی نسال معینه که شریعت آن را تعیین کرده است به اعتبار گرفتن لازم است و آن چنین است: اگر قربانی شتر باشد باید آن شتر 5 ساله باشد، گاو 2 ساله، بز 1 ساله و گوسفند 6 ماهه و قربانی کرده نمی شود و جایز نیست از آن سن سالی که شریعت معین کرده است از آن سن سال پایین تر باشد، اگرچه آن فربه و کلام باشد نیز جایز نیست. و اینچنین برای قربانی حیوان کور که کوریش معلوم است و یا حیوان بیمار که بیماریش معلوم است و یا حیوانی که لنگ است و یا پوست سرش رفته است که استخوان سر نمایان است جایز نیست. و اما اگر عیب بیماری در گوش، شاخ و یا دم باشد پس قربانی چنین حیوانات ها حکم مکروه را دارد. پس بر ما لازم است بهترین قربانی سالم را خریداری نموده که آن سالم باشد ذبح بکنیم که از همه عیب ها سلامت باشد و بدانیم که البته قبول عمل ها با تقوا وابسته است.